خانم خواب آقایان، سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که سلامت هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه تلویزیونی ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین و گرامی هستم. اول خدمتتون عرض کنم که آقای مناشه امیر یک بار دیگه مهمان برنامه من هستن. اما در شروع برنامه، قبل از اینکه صحبت های من با آقای مناشه امیر شروع بشه، دلم میخواد یک مطلبی در مورد خودم خدمتتون عرض کنم. آقای مناشه امیر در برنامه قبل به من فرمودن که من ضد اسرائیلی دارم صحبت میکنم. حضور سرکار هست شاید که خب این یه تهمت بدی بود. البته این تهمت رو تقریبا همه اعضای دولت آقای نتانیاهو به مخالفین خودشون میزنن، از جمله به دبیر کل سازمان ملل متحد. یعنی آقای دیروز آقای گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد میگفتش که رابطه من با آقای نتانیاهو قطع شده، چون آقای نتانیاهو هر وقت باش صحبت میکنی میگه تو ضد اسرائیلی هستی. خب حالا در مورد این صحبت میکنه، خب وقتی دبیر کل سازمان ملل متحد رو آقای نتانیاهو میگن ضد اسرائیلی هستی، خب دیگه من جای خود دارم که من میگن ضد اسرائیلی. اما من ضد اسرائیل و یهودی هستم یا نه رو باز من خدمتتون عرض بکنم. من یه زمانی متهم شدم به جاسوسی برای اسرائیل. داستانش هم خیلی شیرین باز باشه، خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. من درست 6 روز بود که یا 4 روز یا 6 روز بود که در کیهان ورزشی مشغول کار شده بود. دانش بودم، 19 سالم بود. همزمان شد با برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا که در تهران برگزار میشد. در تهران تیم تاج بود، از کشورهای آسیا قهرمانان باشگاهشون اومده بودن، منتخبینشون. از اسرائیل هم تیم مکابی اسرائیل اومده بود یا مکابی. درست چند روز مونده به شروع مسابقات، یک روز من تازه گفتم در چه آمدش بودم، آقای حشمت مهاجرانی که مربی سرشناس تیم ملی فوتبال ایران بودند و مربی ولیعت هم بودند، اومدن که آمدشی با سردبیر کهان ورزشی آقای دوری صحبت کردن، گفتن خبر تازه بهت بگم که 3-4 تا بازیکن باشگاه های دیگه رو تاج گرفته و تیمش تقویت کرده برای بازی‌های قهرمانی مسابقه قهرمانی باشگاه آسیا. و من داشتم می‌شنیدم. آقای مهاجرانی بعد از این داستان که گفتند و رفتن، من از سردبیر کیهان ورزشی آقای جلال دوری که به هر حال میگفتن جلال ولی که مهدی بود یا مهدی دوری خدا بیامرزتشون، من پرسیدم شما این خبر پخش میکنید چاپ میکنید تو کیهان؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفته شو درد سر داره. گفتم چه درد سری داره؟ اینا داره تقلب میکنن تیم تاج و ما با چونشون رو بگیریم. این کار دور مردم اون موقع میفهمند و نشستن تو استادیوم میتونن که اینا بازیکنان همه بازیکنان تیم با تاج نیستن، درزی گرفتن باشگاه دیگه. این از نظر اخلاقی درست نیست. آخه ما تو دانشگاه یاد گرفته بودیم میگفتن که خبرنگار باز واقعیت ها رو بگیر، مسائل اخلاقی رو در نظر بگیره. خبرنگارانی که الان تو مطبوعات هستن از نسل قدیم هستن، اینا مسئولی از سرشون نمیشه، درس نخوندن، دانشگاه نرفتن، بنابراین ما باید خبرنگارانی که از این دانشکده میان بیرون صادق باشن، پایمند اخلاق باشن، واقعیت ها رو بنویسن. آقای دوری به من گفتش که سردبیر کامبشه گفتش که تو مثل خیلی علاقه داری خودتو تو درد سر ببرزی. گفتم درد سر نیست، واقعیته، و خودت بنویس. گفتم شما چاپ میکنید؟ گفت آره، ولی یه شرط داره. گفتم چه شرطی؟ گفت یکیش اینه که اسمت اون باره مطلب بنویسی، دو با خط خودت بنویسی، سه اصلا اسمی از آقای حشمت مهاجرانی که اومده اینجا و این خبر رو داده نگفته برای چاپ کردن، اومده درد دل کرده برای ما توضیح داده، اسمی ازش نبری به هیچ وجه. گفتم قول بهتون میدم درد سرتون رو من این مطلب نوشتم و کیهان هم صفحه اول چاپش کرد
بالاش هم نوشت گزارش از ستار دلدار. بعد از اون روزنامه کیهان اومد بیرون، سر چهارراه عزیزخان من ایستاده بودم کیف کردم، سه چهار شب پنج روز رفتم کیهان چهار ورزش، اسمم صفحه اول کیهانه، کیف کردم، درد سرتون ندم، به همه نشون میدم. روزنامه فروشه از قرارها رو نشون دادم، یه شاگرد دواخونه چی بود صدای سدم نشون دادم که اسم من فلان اینا خود 19 سالم بود، جوان بودم، خیلی احساس غرور میکردم. درد سرتون زیاد ندم، دو سه دفعه گفتم اینو. فرداش به من گفتن شما برو با آقای کویتیک، هنوز اسمش یادمه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در هتل سوریا خیابان تخت جمشید ضلع جنوبی استادیوم امجدی، برو اونجا مصاحبه کن. من مشغول مصاحبه با آقای کویتیک بودم که ناگهان دیدم اول آقای سروان، اون موقع سروان بوده، سروان شیخان مدیر باشگاه تاج وارد شد و الانم زنده هستن الحمدلله و در لاس‌وگاس زندگی میکنن. آقای مهاجرانی هم خوشبختانه زنده هستن، در دبی هستن. آقای شیخان که وارد شد، پشت سرش من دیدم که تیمسار مکری رئیس فدراسیون فوتبال وارد شدن. آقای شیخان به ایشون گفتن که این همونه که این مطلب نوشته، چند تا توهینم کرده. آقای تیمسار مکری به دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتش که تشریف بیاری، مسابقه رو تموم نشده بود، بلندش کردن بردن بالا، تیمسار برگشت با دو تا راننده و محافظش و شروع کرد که تو این چی بوده نوشتی، شروع کرد توهین کردن و گفتش اعلیحضرت عصبانی شدم. من جوان 19 ساله بودم، واو اعلیحضرت چطور دست من عصبانی، من چیم اعلیحضرت دست من عصبانی شدن. خلاصه دیگه من گذاشتم گوشه دیوار جیبامو گشتم، گفتم این دانشجو فلان اینا، خلاصه من گرفتم گفتم ببرید همونجا. دو تا محافظ گوربان و استوار اینا بودن و جناب آقای رفیق نازنین هم، جناب آقای شیخان، پرویز شیخان فرمودن که دارن میبرن جایی که تیکه بزرگت گوشت میبرن برای مادره. آخر قضیه که من بردندم ساواک در خیابان فرعی شمالی توی خونه معمولی و گفتن تو اونجا گفتن که اسرائیل اعتراض کرده و داره بازی های مسابقه قهرمانی باشگاه آسیا به هم میخوره، تیم تاج دارن محروم میکنن و تو جنگکاری کردی. به این دلیل من که بردم توی ساواک پرسید با جو اسمش آقای میگفت من سروان حبیبی هستم، صورتش سبزه بود، همه چیز یادمه، گفتش که تو جاسوس اسرائیل هستی، اسرائیل داره تیم تاج محروم میکنه، در اسرائیل رابطه تو چیه؟ گفتم من رابطه ندارم، اسرائیل کجاست؟ چون که فوش دادن؟ گفتم آقا به من فوش ندید، شما هر چی میخواید من بهتون میگم، من نه جاسوس اسرائیلم نه این کار کردم به خاطر اسرائیل کردم، این کار من به خاطر اخلاق کردم. خب غلط کردی مثلا فلان، حالا شدی تو معلم اخلاق، خودتون میدونی وقتی تو چه شرایطی گیر میکنی چی بهتون میگم. و گفتم شما گفت اگر فکر میکنی تو خوشحال نمیشی که تیم تاج، تیم مکابی اسرائیل بذاره قهرمان بشه، بچهای فلسطینی خوشحال بشن؟ گفتم که چرا، من دوست دارم که تیم تاج دروازه تیم اسرائیل سوراخ سوراخ کنه، اما واقعی، اما با حقیقت، نه با تقلب. نه تنها دوست دارم بچهای فلسطینی خوشحال بشن، دوست دارم تمام بچهای عالم خوشحال بشن، ولی با حقیقت، با اخلاق. بگذاریم که تو این واسطه، تو این جریان بالاخره سناتور مصباح‌الصادق صاحب کیهان من نجات داد. از اونجا در واقع من شدم جاسوس اسرائیلی که هیچ وقت نبودم، من جاسوس اخلاق بودم. اینجا که جناب آقای مناشمی به من میگه ضد اسرائیلی، من ضد اسرائیل نیستم، نه جاسوس اسرائیلی هم نه ضد اسرائیلی هم، من ضد اخلاق هستم، انسانیت هستم، مخالف، اگر کسی میکشه مخالف اونم،
من مخالف کشتنم، من مخالف اعدام کردنم. اینا رو میگه قبل از که آقای مناشامیر بیان روی صحنه، نمیذارن حکومت صحبت کنن. من به هیچ بچه من الوجو اون چیزی که در طول 56 سال کار حرفه‌ای انجام دادم، خبرنگاری، گویندگی، نویسندگی، به دنبال واقعیت و اخلاق بودم. حالا یه روز میشم جاسوس اسرائیل، یه روز میشم ضد اسرائیل، هیچ کدوم اینا نیستم. من ضد کسانی هستم که حقوق بشریت، حقوق انسان ها و رفتار ضد اخلاقی دارم، حالا چه زمان شاه باشه، تیم مملکت هم باشه، چه داره محرومش میکنن و ممکن اون خودم رو اعدام بکنن به عنوان جاسوسی. اینجایی که اتهام ضد اخلاقی به من بزنن، ضد اسرائیلی به من بزنن، هیچ فرقی نمیکنه. من دنبال یه منشی بودم، روشی بودم، توی 56 سال گذشته انجام دادم. خیلی خب، حالا من حرفامو زدم. آقای مناشه امیر دوست عزیزم، خب ما چل خورده سال ایشونی میشناسیم، همیشه اومدن تو برنامه من بدون کوچکترین چشماشت مالی، کوچکترین، هر وقتم که من خدمتشون عرض کردم تشریفه تو برنامه اومده. پس برنامه از نظر حرفه‌ای هم ما خیلی نزدیکیم. بعد از مناظره در برنامه قبل ما هم دیگه ما صحبت کردن که تکست فرستادیم، از هم دیگه تشکر کردیم. خب ما دو آدم حرفه‌ای هستیم، ولی خب دیدگاه همون بر بعضی هم مسائل فرق میکنه. حالا بریم خدمت جناب آقای مناش امیر، مدیر سابق برنامه فارسی صدای اسرائیل، رادیو اسرائیل، و تحلیلگر بسیار بسیار وارد در مسائل خاورمیانه که الان در تراویف هستن، معذرت خواهم، در اورشلیم هستن و منتظر خواب بهترین هاست. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانمه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما، خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. اجازه بدید که جناب آقای مناشه امیر تشریف بیارن و خدمت ایشون هم عرض ارادت بکنم و درود مفصلی از اینجا از سان فرانسیسکو بفرستم به اورشلیم خدمتشون. سلام عرض کردم جناب آقای مناشه امیر. درود بر شما آقای ستار دلدار، آقای شهرتی و بینندگان و کل ملت ایران و کل انسان‌های جهان که بهترین‌ها رو برشون آرزو میکنم. من مقدمه شما رو شنیدم. ببینید، میخوام بگویم که ما فکر میکنم 40 سال با هم دوست هستیم. بارها در برنامه‌های شما شرکت کردم، چند بار خونتون بودم و این دوستی ادامه داره. من هرگز نگفتم که شما نه اسرائیلی ستیزین نه یهودی ستیزین. آن چرا که گفتم این بود که این دیدگاه‌هایی که عنوان می‌کنید، اینها اسرائیلی ستیزه و یهودی ستیزه، و به همین جهت هم پیشنهاد می‌کنم که این بار ما نقشمون رو عوض بکنیم. من می‌پرسم، شما پاسخ بدید. امیدوارم که در موارد خاص که من همیشه تو عمرم همیشه من پرسیدم. حالا یه بار من میپرسم، منم به هر حال یه تجربه در پرسیدن و مصاحبه کردن دارم. من میپرسم، شما جواب بدین، چون جوابای شما برای من خیلی کنجکاوی برانگیزه. قبول؟ بفهمید در خدمتم. اوکی. اولا بدون ارتباط با این، درباره آنتونیو گوترش خدمتتون بگم. ایشون دبیر کل سازمان ملل. سازمان ملل یعنی یک مجموعه، یک نهادی که باید ملت‌ها رو به هم نزدیک بکنه و واقعیات رو بگه. آقای گوترش که وزیر خارجه اسپانیا بوده و اسپانیا یکی از دشمنان اسرائیل در صحنه دیپلماسی بین المللی هست، همیشه در اظهاراتش سگ رو رها کرده و سنگ رو بسته. از اسرائیلی که هدف تجاوز و جنگ قرار گرفته به شدت انتقاد کرده و گروه تروریستی حماس و اون هایی رو که میخواهند اسرائیل رو نابود بکنن و اسلحه درست میکنن و موشک درست میکنن و 50,000 موشک رو حماس در ظرف 16 سال گذشته به سوی
شهرها و آبادیهای اسرائیل شلیک کرده، اینا رو همه رو نادیده میگیرند و میآیند در مورد جنگ غزه از اسرائیل انتقاد شدید میکنند. بنابراین آنتونیو گوترش و جوزف بورل که سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، اینها پرسونا نون گراتا، یعنی افراد نامطلوبی هستند در اسرائیل. و به همین جهت هم اسرائیل به جوزف بورل که میخواست بیاد، یک ماه به پایان خدمتش باقی مونده، گفتن نه تشریف نیاری، ما نمیخوایم شما رو. آنتونیو گوترش بی انصافی کرده، بی طرفی رو نقض کرده، از آنچه مطالبی که گفته حمایت از تروریسم علیه کشوری بوده که از موجودیت مردم خودش میخواد دفاع بکنه. اوکی، این یه حاشیه بود. الان مصاحبه رو با آقای ستار دلدار آغاز میکنم و پرسش نخستم این است که شما فرمودید که نتانیاهو نجات پرسته، توضیح بفرمایید که منظورتون چی بود. والا اصلا من نمیدونم چرا شما اینو گوش نمیدید، چه توجه نمیفهمید، چرا آقای مناشمی. من 10 دفعه تو برنامه قبلی گفتم من چنین حرفی رو نزدم. من گفتم که از نظر قومی آقای و مذهبی توضیحم دادم، گفتم نژادی، نه اینکه منظورم نژاد از نظر ژنتیکی، چون خب شما اسرائیلی سامی هستن، عربا نژاد سامی هستن، خب نمیتونید که شما نژاد پرست باشید، چون در واقع اگر مخالفت با عربا دارید خب اینا هم نژاد خودتونن. توضیحم دادم 10 دفعه. باز شما دارید از من میپرسید که شما گفتید نتانیاهو نژاد پرست. گفتم که از نظر مذهبی و از نظر قومی آقای نتانیاهو یک آدم دستراستی مذهبی وحشتناک که اسیر گروه ائتلافی مذهبی اسرائیل هم هست، هرچی آخوند اسرائیلی هست. و ایشون هم در واقع یه چیز خدمت رو عرض کن، ببخشید حالا نگید برو دهنت آب بکش نمیم فلان بکن، ایشون هم یه دونه خامنه ای هستن. حالا میریزید سر من، نمیدونم هرچی دوست دارید، چون ایشون متعصبن. من با هر آدم حالا متعصب مذهبیه، متعصب نژادیه، متعصب قومیه، هرچی هست، این آقا اصلا حکومتش ائتلافش مذهبیه. بس سلام رو من هیچ وقت از نژادی ژنی نگفتم، اونجا هم توضیح دادم، شما هم 10 دفعه پرسیدید، من هم 10 دفعه انکار کردم. آقا اگرم گفته باشم اینو اشتباه کردم، من نکردم چه اشتباهی رو، توضیح دادم، پریدتم نژادی تو بلافاصله هم توضیح دادم که مسئولم انرژی ژنتیک نیست. هیجان زده نشید، خواهش میکنم، عصبانی هم نشید. نه بابا، کدوم عصبانی دارم، با هیجان صحبت میکنم. میخوام که وضع رو روشن کنم. گفتید که نتانیاهو مذهبی افراطیه. آه صد در صد خوش بستادم. بله، ایشون آقای نتانیاهو سکولاره، سکولاره، سکولاره. خب از نظر شما آدمای مذهبی سکولارن، اصلا بابا حکومت الان ببینید متاسفانه شما اجازه بدید آقای ستار بذارید من توضیح خواستید من نه نه یه نکته رو برای حکومت اسرائیل به جایی رسیده جناب آقای نتانیاهو، اون کابوسی که انیشتن داشت الان داریم میبینیم. انیشتن گفتش رو روزگاری میترسم که این حکومت اسرائیل یا حکومت مذهبی بشه. همون کابوس انیشتن الان داره اتفاق میفته، یک ائتلاف مذهبی عجیب است. سکولار کدوم سکولار؟ قربونتون برم بفرمایید. okay. اسمش خواهد بذارید سکولار بذارید. نه اجازه بدیم بیاید کوتاه جواب بدیم که من بتونم پرسش های دیگه ما مطرح کنم. برای اطلاع شما آقای دلدار، فرد مذهبی اگر مذهبی ارتودکس باشه یک کلاه سیاه دراز میذاره، اگر مذهبی میانه رو باشه یک کیپا میذاره، کیپا عرقچینه که اینجای سرشون میذارن. آقای نتانیاهو نه این رو داره نه اون رو داره. و مسلماً آقای دلدار، شما در سن خوزه زندگی میکنید، من در اورشلیم زندگی میکنم، من نتانیاهو رو بهتر از شما و بیشتر از شما میشناسم. ایشون یک آدم سکولاره
که به علت بافت سیاسی اسرائیل و احزاب زیادی که هستن ناچار شده که دولت ائتلافی خودش رو با شرکت فعال دو حزب مذهبی ارتدوکس برپا بکنه. بنابراین خودش سکولاره، با احزاب دو حزب مذهبی هستن بهشون امتیازات زیادی داده، دو حزب دیگر هستن که سکولارن ولی گرایش های مذهبی تعصب گرانه دارن، گرایانه دارن، و اونها هستن که تعصب نشون میدن. خود نتانیاهو سکولاره. این یکی. دومی که ببینید، ما دو گروه یا سه گروه در اسرائیل داریم که یک گروه میگویند که باید امتیازات زیادی به فلسطینی ها داد که اونها آرام بشینن. گروه دوم میگوید که باید با فلسطینی ها بحث بکنیم و دوستی نشون بدیم و ما کوتاه بیم، اونا کوتاه بیان، در وسط راه به هم برسیم. گروه سوم میگوید که نه، اینها هرچه بیشتر بهشون بدید اشتهاشون بیشتر میشه. اونها هدف نهاییشون نابودی کشور اسرائیله. بنابراین نباید در برابر اونها گذشت کرد و اسرائیل قاطعانه باید در برابرشون بیسته. دولت امروز آقای نتانیاهو این دولته که میگوید باید قاطعانه در برابر اونها ایستاد. آقای نتانیاهو میگوید پیروزی مطلق بر حماس. دیگران میگویند آقا اشتباه میکنی، اصلا پیروزی مطلق معنی نداره، معنی نداره، تو نمیتونی که حماس رو به کلی ریشه‌کن بکنی. و ایشون معتقده تا موقعی که حماس ریشه‌کن نشه و جهاد اسلامی و گروه هایی که مثل اونها میاندیشن که عملا و حتی علنا خواهان نابودی اسرائیل هستن، ما امنیت نخواهیم داشت. این یه بحث سیاسیه در دموکراسی اسرائیل و اینطوری باید نتانیاهو رو بیان کرد. سوال بعدی من آقای دلدار. آقای منوشمی، اسلامی آقای امیر شهرتی کارگردان فنی که میگن که وقت آگهی هاست، آگهی ها رو ببینیم، اطراف تمنه 3 دقیقه مونده، برای که اشکال نداره دیگه تو آخر برنامه دیگه ما آگهی نخواهیم داشت. آگهی ها رو ببینیم. سوال دومتون رو بفرمایید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. بچه دقیقی تو نمیدونم این چیزای چادرهای آوارگاهی خودتون جاشون دادی، اسکالشون دادی. چه کارو کشتی؟ تشکر. امدادگران سازمان ملل متحد کشتی. جوابم به دبیر کل سازمان ملل متحد نمیدی تو چرا اینا رو میکشید. حالا 200 تا امدادگر شما کشتید. 100 تا اجازه. 200 تا شما سازمان ملل متحد اساس اصرارات خود آقای دبیر کل. اجازه بدید که من بهش جواب بدم. و همه صحبت از اینی که ما باید بکشیم از بین ببریم. اونجایی که من مخالفم با شما همین که میگید آقا باید نابود کرد. اولا خودتون حماس به وجود آورد. اجازه بدیم بهتون جواب بدم آقای ستاره. حالا میخواد از بین ببریدش. خب حماس از بین بره، چهار تا حماس دیگه به وجود بیاد. با این کشتاری که داره میشه، چینه و نمیدونم پدر کشتگی و مادر کشتگی باید تموم میشه. صحبت بس شما شدیدم بکشیم نابود کنیم از بمدار اسرائیل دستور صفا خواهد. من میگم آقا نمیشه چنیدیم مثلا با کشتن ده ها هزار زن و بچه اونا همش منم بچه شما رو بکشن، حالا جاتون رو با فلسطینی عوض کنید، زنتون رو بکشن، من جام با فلسطینی عوض میکنم، حاضرم اسرائیلی بیا من رو بکشن راحت اجازه، یعنی اجازه میدین من جواب برای پیشتزی بدن اینا دنبال انتقام خواهند بود. شما چندین هزار زن و بچه اینا رو کشتی. حالا گفتم که حالا میخواد همونطور که به دبیر کل سازمان ملل متحد ضد اسرائیلی به منم بگید. برای من همونطور که خدمتتون عرض کردم، روز اولم گفتم نه اون روز جاسوس اسرائیل بودم، نه امروز ضد اسرائیل. من بعد زاویه بشریت و حقوق بشر دارم سوال در خدمتتون بفرمایید. دیگه اجازه نمیدم، اجازه نمیدم دیگه. بذارید وقت رو تقسیم بکنیم.
اوکی شما بگم من چی میگم بفرمایید. یه سخنرانی یک ساعته بکنید، ادعاها و اتهاماتی رو وارد بکنید که نشان از ناآگاهی شما داره. بفرمایید. اجازه بدید دونه 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 چند تا مطلب رو مطرح کردید، دونه دونه بهتون جواب میدم. جواب بدید. یکی در سر تا یکی که شما که فرد بشر دوستی هستید به اسرائیل میگید خفه شو برو با حماس مذاکره. من توهین به کسی نکردم. اوکی. میگید برو با حماس مصاحبه کن، چقدر میتونی جنگ بکنی؟ کسی که حاضر نشده با اسرائیل مذاکره بکنه حماس، آقای دلدار، حماس در مذاکراتی که الان جریان داره حضور نداشته. حماس حاضر نبوده که بیاد. مذاکرات از یک سو بین قطر و مصر و سوی دیگر بین آمریکا و اسرائیل بوده. هرچی هم که پیشنهاد میکنن به توافق میرسن، به اطلاع حماس میرسنن، میگن نه این اون چیزی نیست که ما میخوایم. بله شما بخواد قسمتی از خاک فلسطین غزه رو بگیرید، اونا حاضر نیستن بدن. من خفه میشم. چرا من خفه میشم؟ در مثل اسرائیل خفه میشم. من خفه میشم. کی گفت؟ کی گفته که اسرائیل میخواد خاک غزه؟ بزرگاهی که تنها راهی که به مصر وصل میشه شما اونه میخواد داشته باشید، کنترل رو کنید. بفرمایید. حالا شما بفرمایید تماشا چه خوش میدونن اضافت میکنن. بفرمایید. این یکی. دومی که ادعا میکنید که اسرائیل همیشه به طرف جنگ رفته با عرب و فلسطینی ها. برید و تاریخ 75 سال اخیر منطقه رو بخوانید و ببینید که کی از موجودیت اشتفا کرده، کی جنگ طلب بوده. وقت زیاد نداریم، خیلی خلاصه میکنم. در سال 1947 سازمان ملل گفتش که این سرزمین رو دو تیکه یهودی و عربی بکنیم. کشور اسرائیل، کشور یهود اسرائیل نبود اون موقع، در کنار کشور عربی اون موقع فلسطینی هم نبودن، برپا بشه. عرب رد کردن، پارش کردن، به اسرائیل حمله کردن، شکست خوردن. از اون روز تا امروز یک روز نبوده که عرب و فلسطینی ها به اسرائیل حمله نکنن، مرتکب جنایت نشن. اسرائیل رو تحریم کردن، اسرائیل رو محاصره کردن، تروریست های فلسطینی و عرب وارد خاک اسرائیل شدن، بچه های کودکستان رو کشتن، وارد یک عروسی شدن و مردم دعوت شده رو کشتن، هواپیماهای بین المللی رو ربودن، در فرودگاه های بین المللی مردم رو به گلوله بستن، در خیابان های اسرائیل از پشت به مردم چاقو زدن، با اتومبیل وارد پیاده رو شدن و یک کالسکه بچه 3 ماهه رو همراه با مادرش کشتن. 75 سال ترور فلسطینی علیه اسرائیل بوده. بعدم اسرائیل از غزه خارج شد، اونجا حماس رشد کرد و از روز اولی که به وجود اومد اصلا تو مرامنامش نوشته که اسرائیل باید نابود بشه و این سرزمین، سرزمین وقف اسلامی متعلق به فلسطینی هاست. کی جنگ طلبه؟ مردم اسرائیل، دولت‌های اسرائیل یا تندروهای فلسطینی که الان چندین و چند سال از حمایت مالی و تسلیحاتی رژیم ایران برخوردار هستند؟ این در مورد این مطالب. اگه حرفی دارید بفرمایید. نه من هیچ چی نمیگم. من قرار شد که ساکت بشینم، شما تا آخر وقت شما نظرتون رو بگید. نه ببینید دارید مغلطه میکنید. نه به جون شما چه مغلطه؟ توضیح بدم آخه، باز جنگ میشه بین من شما. شما تو توضیح من بخوام بدم که تمام این چیزایی که گفتید، خب همه سال گذشته است، تاریخ دارید شما میگید، من دارم صحبت امروز میکنم. امروزی که اگر اومدن 1200 رو کشتن، شما اولا 1000 کشت میگید آمار اونا غلطه. از کجا برای آمار شما درسته؟ باشه من شما درست در این مورد بهتون جواب من میگم یه جایی رسیده باید تمومش کنید. شما میخواید نابود بکنید آقای دلدار. من میگم نمیشه. بفرمایید. من تردیدی ندارم، ولی باید به واقعیات هم نگاه کرد. اولا اسرائیل نبود که به غزه حمله کرد، گروه جنایتکاری به اسم حماس بود که آمد
در چند ساعت 1200 نفر اسرائیلی رو کشت. بله. 3500 نفر رو زخمی کرد و جیه اده رو 245 نفر رو دروبود و با خودش برد. الان حماس که از ایدئولوژیش صرف نظر نکرده، حماس که کوتاه نیامده، حماس میگوید که تمام اون قربانیانی که اسرائیل داده در جنگ به غزه اینها رو باید فراموش بکنه و غزه رو ترک بکنه و ما به حکومتمون ادامه بدیم و به جنایتمون ادامه بدیم. آیا آقای ستار دلدار میتونه این شرایط رو بپذیره؟ بفرمایید. نه، اینجوری که شما میگید، نمیپذیره. ولی این نیست که شما میگید. موضوع اینه که شما میگید که اولا مگه این حماسی‌ها چقدر بودن که شما میگید 16000 تاشو کشتی، حالا اینا میخوان بقیش بیان. آقا یه چیزی من از شما میفرمایید من حرف بزنم. شما اگه واقعا اگه نمیخواید که اون مثلا اون منطقه رو پاکش کنید، صافش کنید، خب چرا این 2 میلیون مردم زن و بچه غزه رو نبردید داخل اسرائیل، اونجا اسکانشون بدید، بعد شروع کنید دنبال حماسی‌ها برید و بکشیدشون؟ شما همونجا نگه داشتید تو مردم بم می‌ریزید دنبال حماسی هست انزم، بعد یه سال هم نکشیدشون. 16000 رو میگید کشیدن یه تموم نه باشه، چه تموم میشه؟ بگید که 4000 نفر این حماسی ها که شما رو آمار برسید دیگه نمیکشید. شنیدم. الان اصلا نمیشه شما میگید که من دیگه اجازه نمیدم شما صحبت کنید. بفرمایید. من میخواد صحبت کنم. اجازه وقت بذارین که منم توضیحات بدم. اولا شما از من بخواد صحبت کنم. خیمگاهی که هدف قرار گرفت. ببینید این یه نمونه دیگر از جنایات حماسه که یک منطقه ای رو گفتن که شما مردم فلسطینی در بیاین تو این چادرها، این منطقه امن خواهد بود و کسی بهش حمله نخواهد کرد. حماس آمد و در وسط این اردوگاه ستاد فرماندهی درست کرد. شما چه انتظاری دارید؟ اسرائیل نره بزنه؟ مهندسین ارتش اسرائیل نشستن ساعتها وقت تلف کردن که چه نوع بمبی رو با چند کیلو یا گرم مواد منفجره با چه زاویه‌ای پرتاب بکنن که به جان افراد غیر نظامی آسیبی نرسه. جنایتکار حماسه که میره وسط اون مردم ستاد عملیاتی برپا میکنه، یعنی مردم رو سپر بلای خودش قرار میده. این یکی. دوم، بارها بهتون گفتم تکرار میکنم، حماس مردم غزه رو سپر بلای خودش کرده، رفته تونل ها رو درست کرده که خودش رو اونجا پنهان بکنه و قرارگاه و ببینید خروجی یک تونل رو، همون تونلی که 6 تا گروگان اسرائیلی رو کشتن، خروجی این از اتاق خواب یک آپارتمان در غزه قرار داشته، اونجا حفر کردن. اینها میآیند و مردم غیر نظامی رو سپر بلای خودشون قرار میدن. بعدم با دوباره تکرار میکنم، حماس ادعا میکنه که 41000 نفر کشته شدن، همشون هم زن و کودک بودن. پس مرد نبودن، چریکای حماس نبودن. اسرائیل میگوید و من قبول دارم که بین 16000 تا 17000 از کشته شدگان غزه اینها چریکای حماس و جهاد اسلامی بودند. خب اینها خودشون رو در بین مردم پنهان کردند. آقای دلدار عزیز، به طور نسبی این جنگ کمترین تلفات رو در بین جنگ‌های دنیا داشته. برین آمار بگیریم. بفرمایید. بفرمایید شامیر، شما دارید جنگ با ارتش نمی‌کنید، شما دارید جنگ با مردم غیر نظامی می‌کنید. شما نه آقای ستاره دارید. خب بس بگید که من می‌خوام حرف بزنم، شما نمی‌ذارید. بفرمایید. جنگ با گروه تروریستی است که میگوید اسرائیل باید نابود بشه، با مردم غزه ما کاری نداریم. بفرمایید. شما می‌فرمایید که با آقا شما دیروز 4 تا موشک زدید وسط چادرها. اولا اگه شما میدید اینا اونجا، خب محدود اونجا منطقه، چه نیرو نمیفرستید اونجا رو اونا رو بزنیدشون، نه که با موشک بزنید که 40 نفر
تو چادر کشته بشن. چجوری میشه بیرونشون آورد؟ امدادگران سازمان ملل متحد وقتی رفتن اونجا پناه گرفتن چجوری میشه بیرونشون آورد؟ بفرمایید. دیگه عرض کردم دیگه. ببینید شما الان در واقع آقای مناشه امیر، بذار من واقعیت بهتون بگم، من به خدا، به پیر، به پیغمبر، من عاشق انسان ها هستم، نه اصلا یهودی. خودتونم میدونید دیگه من چقدر داخل یهودی دارم، چقدر نمیدونم. ما هر کاری کردیم بالاخره مثلا یهودی هم توش بوده، مثلا مرکز بهداشت ایرانیان در من کی هستم مطرح نیست. من چی بیان میکنم، چه عقیده دارم، چه اتهامی دارم، عقیدتون اینه که شما میگید که من ضد اسرائیلی هم، آقای این سازمان ملل متحد ضد اسرائیلیه، نمیدونم اسپانیا ضد اسرائیلیه، آمریکا ضد اسرائیلیه، هر چی با شما با دولت جناب آقای نتانیاهو مخالفت بکنه شما میگید ضد اسرائیلیه، در که واقعا اینجوری نیست. آخه نمیشه دنیا آقای کوچولو بگم اصلا حرف نمیزنم. من رفته بودم هتل عریشم، رفتم هتل وله دادم، ماشینم دادن که ببرن کار کنم. مامورانه خصوصی رو کنار بذاریم آقای، وقت نداریم. چیزای خصوصی رو کنار بذارید. نه داره توضیح میدم شما بدونید. یارو واسطه با من یه ساعت صحبت میکنه در مورد اسرائیل داره صحبت میکنه، یک ساعت داره مال اهل مالزیان بوده. من دارم به تو میگم افکار عمومی جهان چیه، من خصوصی نمیخوام بگم. بفرمایید. به خاطر اینکه اونها واقعیت رو نمیدونن و به خاطر اینکه اطلاعات غلط بهشون میرسه. حالا یه موضوع دیگری که برای من خیلی جالب بود، شما فرمودید که رسانه‌های آمریکایی از روزنامه و تلویزیون و رادیو و غیره در تسلط یهودیانه. توضیح بفرمایید. دیدی که هفته پیش گفتم که صحبتش چیه؟ توضیح شما ببین، اول هر چیزی که من میگم شما قبول نمی‌کنید، زیر بار نمیدید. آقا نه تنها وسایل ارتباط جمعی آمریکا تحت نفوذ یهودیان، نه اینکه تحت نفوذ، کنترل، یعنی در واقع مالکینشون اونا هستن، مالکین اصلی، سامداران اصلی. من میگم سامداران اصلی هالیوود یهودی هستن، آمریکایی هستن. هالیوود رو میرسید دارن در علیه شما صحبت، علیه سیاست های آقای نتانیاهو. آقای دلدار، هالیوود رو میرسید. شما گفتید که نه وقت ندارید، وقت ندارید اینا. آقا بذارید صحبت کنیم، نمیشه طولانی صحبت کرد. خب شما بفرمایید که من رد کنم، من حرفامو زدم هفته پیش. بفرمایید. نه میپرسم، شما میگید که رسانه ها در تسلط یهودیانه، میخوام ببینم که آیا شما اون 100,000 روزنامه و تلویزیون و چیزی که در آمریکا منتشر میشه همه رو میشناسید؟ نه. چی نوشتن؟ یه نمونه به من بدید. چی نوشتن که نشان از طرفداری ظالمانه؟ نه طرفداری، من نگفتم طرفداری، گفتم مخالفتی نداره. شما میگی این همه دروغ میگن، من نگفتم طرفداری. چرا میکنم چرا انقدر میگم این آمار شما میگه اینا دروغ میگن؟ چرا انقدر رسانه های آمریکایی به اسرائیل حمله میکنن؟ چرا انقدر انتقاد میکنن؟ واقعیت ها نمیگن. دوم هالیوود رو گفتین، تصور میکنم واقعا من شرمنده میشم که وقتی شما این حرف رو میزنید. اینکه هالیوود در تسلط یهودیانه ادعایی است که هیتلر عنوان کرد. حکومت اسلام، ما شدیم هیتلر، حکومت اسلامی ایران اون رو بسیار بزرگش کرد. میخوام ببینم که اولا امروز هالیوود درسته توسط یهودیان پایه‌گذاری شد. من در بحث گذشتم براتون توضیح دادم که چرا اینجوری شد، به خاطر اینکه اینها رو به صنایع راه نمیدادن. هنری فورد که پایه‌گذار به صنعت اتومبیل سازی در آمریکا بود، بسیار ضد یهود بود و یک کتاب ضد یهودی هم منتشر کرد. نمیدادن. یهودیان هنرمند بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، بازیگر بودن، نوازنده بودن، رفتن یه چیزی رو به اسم هالیوود درست کردن. از شما میپرسم چند درصد از سهام کمپانی های بزرگ هالیوود امروز متعلق به یهودیانه؟ شما فرمودید 20%، 10%، 20%. من فکر میکنم 5%. نه من از شما پرسیدم، از شما پرسیدم. من که واقعا نرفتم، ولی همه در مورد این صحبت میکنن که سینمای هالیوود تحت
تسلط یهودیاست. منم نمیدونم بده عالیه. روزنامه ها بیشترین سهامداران خبرگزاری ها میگن، مثلا فرمود یه نمونه بده، گفتم ABC. نمیگم بده، میگی شما اینا آماره غلط میدن. میگم نه، اینا خودشون یهودیه چه چرا همه شب من شدم هیتلر؟ میگی چه هیتلر هم یه حرفاره میزن. آقا وقتی که آدم واقع بین باز باشه جناب آقا. آیا نه میپرسن شما چهار دست پا یعنی یه جوری جواب میدید به هر چی که آقای نتانیاهو داره میگه؟ یه آدمایی هستن که میگن آقا اشتباه داره میکنه. جواب بدید که چند درصد از سهام 100,000 رسانه آمریکایی متعلق به یهودیانه؟ همون 10% که شما فرمودید. خب پس رو چه اصلی میگید؟ آیا این 5% از جمعیت آمریکا یهودیان آدم نیستن؟ یهودیان ما گفتیم آدم نیستن. ببین شما ریورسش میکنید. هر چی من میگم برعکسش میکنید که آقا من اون چی میگم اینا آدم نیستن. ما چی داریم میگیم؟ هیتلریم. از این صحبت آخه نکنید. جون من نکنید. این همه آدم ها رو خفه نکنید. یه پرسش دیگه دارم. یه پرسش دیگه آقای دلدار. یه پرسش دیگه. یه پرسش دیگه. یه پرسش دیگه. در این 80-90 سالی که از عمر هالیوود میگذره، کدام فیلم درست شده که از نظر شما جنایتکارانه بوده، خیانتکارانه بوده و یهودی ها قصد داشتن از طریق این فیلم مردم دنیا رو به بیراهه بکشونن؟ یه دونه چیزی نبوده، من یادم نمیاد. خب پس برای چی شما مطرح میکنید؟ آیا یهودی حق نداره بره فیلم بسازه؟ آیا یهودی حق نداره بره تو روزنامه مطلب بنویسه؟ چرا؟ آیا یهودی حق نداره بره؟ چرا؟ برای چی شما این رو عنوان میکنید؟ یهودی هم بخشی از جمعیت آمریکا هستن، انسانن، به آمریکا خدمت کردن. آقای ستار دلدار برید و ببینید که یهودیان به طور نسبی بالاترین جوایز نوبل رو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه به دنبال تحصیل میرن، به دنبال علم میرن، به دنبال دانش میرن، به دنبال خدمت به بشریت میرن. چرا شما در این بحثتون میگید که رسانه ها در تسلط یهودیان حتما بده؟ اگه بد نبود که نمیگفتیم هالیوود در تسلط یهودیان. بذار جوابتونو بدم. بفرمایید، خواهش میکنم. جواب من اینه، شما فرمودید آمارایی که روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها، مطبوعات میدن دروغه. گفتم دروغ نیست. گفتید ضد یهودن. گفتم کدوم ضد یهودن؟ یعنی اکثرشون سامدارانشون یهودیه. من دارم از اون دفاع میکنم. نه اجازه بدین، نگفتم دروغه. اجازه بدین توضیح بدم. آمارشون درسته. شما ستاپ میبندیدش برش میگردونید. اجازه بدین براتون توضیح بدم. یگان منبعی که این آمار 41,000 نفر رو منتشر کرده حماسه. آیا شما به حرف حماس و حکومت اسلامی ایران میتونید اعتماد بکنید؟ وقتی که حماس، وقتی که ملکه اردن میگوید که 7 اکتبری وجود نداشت و اسرائیلی کشته نشد، به دختر اسرائیلی تجاوز نشد، شما باور میکنید؟ آیا این 41,000 تنها منبعش حماسه؟ آیا سازمان ملل آمده بررسی بکنه که چقدر واقعیت داره؟ آیا روزنامه ها اینا همه از قول حماس این رو مطرح کردن و هیچ کس نمیدونه؟ یه نمونه بهتون دادم از دروغگویی های حماس. نه فقط میگن ما وارد خاک اسرائیل نشدیم، جنایت نکردیم، میگویند که یه نمونه رو براتون دادم که بیمارستان شفا یا شفا به بله گفتن 500 نفر کشته شدن، اسرائیل بوده بمباران کرده. معلوم شد که ترکش موشک های نقص فنیدار هم جهاد اسلامی بوده. خورده 500 نفر هم کشته نشدن، بین 15 تا 20 نفر کشته شدن. این یک نمونه از دروغگویی های حماسه که تمام رسانه ها و از جمله آقای آنتونیو گوترش و آقای جوزف بورل و دیگران نقل میکنن و این دروغ هم در دروغ همین. بفرمید.
فرمودید که من آمارای جمهوری اسلامی و حماس قرار اصلا مثلا کاری با جمهوری اسلامی اصلا ربطی به این در این صحبت من در صحبت این که حقانیت یا آمار یا حرف جمهوری اسلامی درسته یا نه من حرف حماس درسته، نه اصلا این مسئله من نیست. مسئله من مسئله حقوق بشره، مسئله انسان هاییست که دارن کشته میشن و من با کشته شدن یه نفرشون چه برسه شما بگید به جای 46,000 نفر نمیدونم 20,000 نفر کشته شد، برای من فرق نمی کنه. من مخالف این مسئله هستم جناب آقای مناشمی. خوابم نمیبره، این راحتتون کنم، خوابم نمیبرم وقتی میبینم من میتونم صحبت دارم میکنم. نه فرمودید آقای دلدار عزیز، چون خیلی من شما رو دوست دارم ازتون تقاضا میکنم شب که برید میخوابید دعا بکنید که خدا تمام سازمانهایی رو که میگویند یهودی ها باید نابود بشن، اسرائیل باید نابود بشن. نه اصلا همه نابود، اونا نابود بشن. خیلی خوب دعا کنید که اونها برن، اونا نابود بشن. ما نابودی بخود. هیچ چیز نمیخوایم، شما نمیخواید ولی اونا میخوان، اونا میخوان. بنابراین نمیشه در زیر لوای این انتقادیست که من از آقای آنتونیو گوترش دارم، در زیر لوای دفاع از حقوق بشر بیایند بگویند آقای اسرائیل تو حق دفاع از جان و مال مردم خودت رو نداری، دست از جنگ بردار که حماس نابود نشه، حماس در قدرت بمونه و حماس به جنایاتش ادامه بده. من آقای ستار دلدار رو دوست دارم و میدونم که پیش خداوند حرف ایشون کاربرد داره. امشب دعا بکنید که تمام این سازمان‌های ضد بشری که خواهان نابودی اسرائیل و ملت‌های دیگر هستند، همین سازمان‌هایی که میگویند اگر جهاد بکنی و شهید بشی نه فقط خودت میری به بهش، بلکه 70 تن از افراد خانوادت هم رهسپار بهش خواهند شد، اینها رو خدا کنار بزنه، قدرتشون رو خونسا بکنه، اون موقع در منطقه صلح و امنیت برقرار خواهد شد. اجازه بدین یه دقیقه دیگه من صحبت کنم و اون این است که من مثل شما فلسطینی ها رو انسان میدونم، فلسطینی ها همسایه ما هستن، فلسطینی ها پسر عموهای ما هستن، فلسطینی ها حق حیات دارن، ولی به شرط اینکه بیاین و با اسرائیلی ها روی یک میز بشینن، صادقانه با هم صحبت بکنن، ثابت بکنن که قصد نابودی اسرائیل رو ندارن، اون موقع میشه منطقه خاورمیانه رو به بهشت مبدل کرد. من حرفم تمام شد. مرسی جناب آقای مناشمی، سپاسگزارم مثل همیشه از شما. دعوامونو میکنیم، بحثمونو میکنیم، شما میگید عصبانی هستن نمیذاریم حرف بزنم، من نمیذارم شما صحبت کنید، ولی رفیقی دوست. سپاسگزارم ازت، سپاسگزارم تماشاگر از اینکه با ما بودین. دعای آقای مناشمی رو که ما نابودیش کی نمیخوایم، ما بقای ملت ها و مردم رو میخوایم. ضدیت مذهبی، نژادی، قومی نداریم با کسی، همه بشر، نه ما، نه من، همه ما. آرزو کنیم. سپاسگزارم از امیر شهرتی گرامی که اینقدر حوصله کردن. سپاسگزارم و یک سپاس دارم، سپاس ویژه و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روز خوش.